خیلی ممنون از دعوتتون. منم خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. حقیقتش اینه که من میخوام یه خورده برگردم به عقب، زمانی که پدر بزرگ من ایمان آوردن در سالهای حدود 1915-16 یا یه کمی قبلتر، که حدوداً زمانی بود که هنوز حضرت عبدالبها صعود نفرموده بودند. ایشون ایمان میارند و با وجود اینکه در شیراز به عنوان یک پزشک حاذق میشناختنشون و همینطور ایشون به عنوان یک سید شناخته میشدند و عکسایی که من از ایشون دیدم قبل از ایمانشون عمامه و عبا داشتن، عمامه سیاه سرشون میکردن و بسیار بسیار شناخته شده بودن در شیراز. در محله قدیم شیراز یه خونه خیلی بزرگی داشتند که با همسر و سه فرزندشون رو اونجا زندگی میکردن. وقتی ایشون، البته من نمیدونم چه شکلی شد که ایشون ایمان آوردند، ولی وقتی که ایشون ایمان آوردند طبیعتاً عبا و عمامه رو برداشتن و خونه ایشون که درش همیشه به روی مردم محل باز بود و مثل یه امامزاده اونجا می رفتن و نذر می پختن، مورد تاراج اهالی محل قرار گرفت. همه اموالشون رو بردن و پسر بزرگ ایشون که اون موقع حدود 22 سالش بود به شدت مضروب کردن و یک هفته بعد از این داستان ایشون صعود کردن. و اصلا قصه ای که از صعود پسر داشتن، مادر بعد از چند ماه فوت میکنه و بعد از اون هم ایشون مدتی بعد صعود میکنن. در طول این مدت کوتاه ایشون مکاتبه داشتن با حضرت عبدالبها در زمینه مسائلی که پرسش داشتن از ایشون و الواح بسیاری دارند از حضرت عبدالبها. و بعد از اینکه ایشون ایمان میارن، برادرشون رو به اسم آقا بزرگ تبلیغ میکنند که پدر جناب فرید، بدیع الله فرید، که در زمان انقلاب سال 60 شهید شدن ایشون هستن. فامیل فریدم از یکی از الواحی که حضرت عبدالبها ایشون رو خطاب کرده بودن به فرید گرفتن. قبل از اون فامیل طالعو برای خودشون انتخاب کرده بودن، ولی بعداً تغییر دادن و تمام خانواده این فامیل رو گرفتن. حالا میخوام یه خورده درباره آقا بزرگ صحبت کنم که خب، پدر جناب فرید بودن. خیلی عزیز ما بودن برای اینکه مثل پدر بزرگ همه بودن. دیگه من که اصلا پدر بزرگ رو ندیده بودم. پدر من خیلی جوان بود که مثلا حدود 17 سالشون بود که پدرشون رو از این عالم رفتن. در نتیجه آقا بزرگ سمت پدری داشتن و بدیع الله خان برای من حکم عمو داشتن. بسیار بسیار به من محبت داشتند و هر وقت که ما دیدار فامیلی داشتیم ایشون سعی می‌کردن با من با گویش شیرازی صحبت کنن و تمام گویش‌های شیرازی که من می‌دونم از ایشون یاد گرفتم، چون معتقد بودن این زبان نباید فراموش بشه. در سال 58 ایشون دستگیر شدن. چند روز بعد از دستگیریشون، خیلی کوتاه، کمتر از یک هفته، اول انقلاب، بله، کمتر از یک هفته خانومشون و بچه‌ها از ایران رفتن، چون ایشون قرار بود، مادرشون مریض بودند، قرار بود از ایران برن. کوچکترین فرزند ایشون نیکی تنها 6 ماهش بود که از ایران رفتن و تمام این مدت که ایشون حدود 2 سال در زندان بودن، ما هر هفته، من و شوهرم آقامون رو برمی داشتیم، پدر ایشون رو، و می بردیمشون اوین برای دیدار ایشون. و خب این مرد حدود 90 سالش بود، بسیار فرتوت و ضعیف احوال بودن، مریض احوال بودن و خیلی برای این مرد رنجاور بود که هر روز بره، هر هفته بره اوین و پسرش رو اینطوری با این حال ببینه، چون
به شدت هم وزن از دست داده بودن بدیع الله خان و خب ناراحت کننده بود براش. چند سالشون بود بدیع الله خان اون موقع؟ اون موقع حدود 52-53 سالشون بود. و پدرشون؟ پدرشون آخه بدیع الله خان فرزند وسطه، فرزند بزرگشون حدود 60 خورده‌ای بود، پدرشون 90 سالشون. بله، یعنی 90 سال زندان میرفتن در 90 سالگی. بله بله، خیلی خیلی براشون سخت بود. و اصلا یادم میاد یه دفعه یه روز عید من آقامو رو رفتم آوردم منزلمون برای سال تحویل پیش ما باشن، چون خب خیلی تنها بودن. دو تا بچه دیگرشون هم اینجا نبودن، نه بیژن خان در ایران بودن، نه پسر بزرگشون علی اصغر که ایشون هم در انگلیس بودن. من آقام رو آوردم منزلمون، سر هفت‌سین یه نگاهی به ماهیایی کردن که توی تنگه، بعد گفتن ویولت میدونی دلم میخواد اینو ببری آزاد کنی، بلکه امسال پسر منم آزاد بشه. و خب خیلی خیلی تأثیرآور بود که یه مردی در این سن با این حال اشک میریزه به خاطر پسرش، به خاطر اینکه خب آخه هیچ تقصیری هیچ گناهی نداشت این مرد و بی نهایت مهربون بود. یه خاطره یا یکی از همبنداشون تعریف کرد بعدم برای من، گفتش که یه روز توی زندان یه مردی رو افغان آوردن که ظاهر خیلی ژولیده، چشمای خونبار و خیلی قیافه وحشت آوری داشت این مرد، و گفتن این رئیس شورشی های افغانه. و بعد هم اون کسی که ایشون آورد گفتش که این خیلی راحت سر میبره. به خاطر آزاری که میخواستن به احبا بدن این شخص آوردن توی سلول اینها، و به محض ورود بدیع الله خان خیلی با روی گشاده و با محبت ایشون رو دعوت کرد بشینه پیشش. و بعدم گفتش که تو امشب جا نداری، تو بیا توی تخت من بخواب، من میرم روی زمین میخوابم. و این آقا تعریف میکردن که اونقدر به این آدم محبت کرد، ما باورمون نمیشد تحولی رو که در این مرد به وجود اومد. یعنی اصلا اون چیزی که بعد یک ماه این آدم بود دیگه اونی نبود که اول وارد شده بود، و اونقدر تحت تأثیر روح این بدیع الله خان این آدم قرار گرفته بود که واقعا میگن یه خلق جدید شده بود، از این یه آدم جدیدی به وجود اومده بود، بسیار انسان، بسیار مهربان، و هیچ حالت پرخاشجویانه اول رو به هیچ عنوان نداشت. و دو زانو جلوی پای بدیع الله خان می نشست در نهایت احترام و کاملا گوش میداد به حرفایی که ایشون میزنه. بعدم یه روز برگشت گفت اگر من روزی از این زندان آزاد بشم، در افغانستان یه مرکز فرهنگی به اسم بدیع الله فرید خواهم ساخت و دیگه کارهای قبل رو نمیخوام انجام بدم. ببینید واقعا یه نکته هست که همیشه بر من جالبه و اون اینه که هر آدمی یک روز دنیا میاد و یک روز از دنیا میره. مهم اینه که زندگی و مرگ آدم ها چه تأثیری در زندگی دیگران داشته باشه. اگرچه که شهادت این آدم ها خیلی برای من و برای همه ما گران بود و خیلی ما رو تحت تأثیر قرار داد، خیلی آزار داد، ولی من فکر میکنم این آدم ها نبایستی مثلا بیمار می شدن از این عالم می رفتند، چون این عالم ها اینجور آدم ها باید در تاریخ بمونن و اینطوری ماندند. اتهام بدیع الله خان چی بود؟ همین اتهامی که به همه می زن، جاسوس بیگانه. بدیع الله خان حقیقتش این بود که خب تحصیلات عالیه‌ای داشتن در رشته ادبیات و حقوق، و از ایشون خواسته شده بود که وزارت فرهنگ رو بپذیرن قبل از اینکه خانم فرخروی پارسا بیاد، این چیزی که خودشون تعریف کردن زمان شاه. بله،
بعد یالله خان گفته بودن که من به هیچ عنوان پست وزارت رو نمیپذیرم، جزو مدیران کل وزارت آموزش پرورش بودن. و بعد از ایشون از خانم پارسا خواسته شد که ایشون وزیر شدن، ولی خود خانم پارسا از ایشون خواست که به عنوان مشاور مخصوص ایشون کار کنن. خب طبیعتاً این هم یک اتهام بود دیگه، چون خانم پارسا هم که کشتن، ایشون هم پس همدست اون جاسوس بودن و من نمیدونم دیگه، از این اتهاماتی که معموله و هیچ پایه و اساسی نداره به ایشون خیلی زدن. دکتر داوودی که حتما معرف حضورتون هست، یکی از نخبگان واقعا دنیای فلسفه هستن ایشون و هنوز هم کتابای ایشون در دانشگاه تهران تدریس میشه. خانم ایشون تعریف میکنن که همیشه گفتن که اگر یک بهایی وجود داشته باشه، بدیع الله فریده و دوست بسیار صمیمی ایشون بودن. و بعد خود دکتر داوودی برای خانمشون گفتن که ایمانی که من پیدا کردم به واسطه جناب فرید بود و اگر روزی من از این عالم رفتم، دلم میخواد تنها کسی که بر جنازه من نماز کنه جناب فرید باشه. ارادت بسیار خاصی داشتن. خانم داوودی میگن که مثل شمس و مولانا. و با وجود اینکه جناب فرید تألیفات زیادی از خودشون بر جا نذاشتن، غیر از یه تفسیری که بر کتاب اقدس نوشتن، در واقع معرفی کتاب اقدس، خیلی من اثری از ایشون ندیدم. تألیفات پراکنده به صورت مقاله داشتم، ولی به صورت کتاب من از ایشون ندیدم. با وجود این، دنیایی از معلومات بودن اینا، بسیار بسیار متواضع، بسیار بسیار فروتن. و اصلا همیشه میگفتم من نمیخوام هیچ نامی از من در هیچ کجا باقی باشه، من هر کاری میخوام بکنم صرفا به خاطر رضای جمال مبارک و رضای مردمه. شما زندان که حتما ایشون رو بله بله اگه اون خاطرات مثلا که با عموتون یا پدر ایشون بودی، خب اون خاطرات که حقیقتا خیلی دردناک بود وقتی لحظه دیدار این پدر و فرزند که از پشت شیشه بود، اغلب گاهن یه ملاقات حضوری میدادند، ولی از صبح اینقدر همه استراب داشتیم برای رفتن به اونجا که حد نداره. و حقیقتا میدونین خیلی تأسف بار بود، اون حالت خیلی رقت انگیز بود وقتی که پدر ایشون با فرزندشون طوری، و میدونست که همش میگفت من خواب دیدم که پسرم از این عالم صعود میکنه، میدونست. من دلم میخواد یه خب پدر 90 ساله داره میره پدر دیدن یه پسر 50 سالش. بله. ما اگه روزو در همون روزو یه روزش واسه ما تعریف کنید ببینیم واقعا ما میخوایم ببینیم چه وضعیتی بود این قضیه. من میدونم خیلی دردناک بود. خیلی راستش من موقع باردار بودم و برای منم بسیار سخت بود که برم و همیشه خود بدیع الله خان میخواستن که من اصلا نیام تو، به خاطر اینکه دوست نداشتن که اونجا خیلی میگشتن، خیلی اذیت میکردن تا میفرستادن تو. دیگه ایشون خودشون به من گفتن من نمیخوام بیام و برای من از زندان مرتب کادو شیرینی اینا می‌خریدن از توی زندان، یا یه چیزی می‌نوشتن برام می‌فرستادن برای تشکر از اینکه من پدرشون رو میارم. ولی خب خیلی سخت بود دیگه، میدونین همه ما میدونستیم که یه اتفاقی برای اینا خواهد افتاد، تا اینکه یه روز شنیدیم که جناب فرنوش و اینا رو شهید کردن. مطمئن بودیم، از رادیو اعلام شد که روز بعدش اسامی این عزیزان اعلام شد، از جمله بدیع الله خان، جناب فرهنگی، جناب پوسچی، جناب ذبیحیان و خواستن که کسی که هم نام ایشون هست باید بیاد
یعنی فامیل درجه یک بره و بدن ایشون رو تحویل بگیره. خب منو در واقع پدرشون بایستی میرفتیم این کار رو انجام میدادیم، ولی خدا عمر بده جناب وحدت اگر که در قید حیات هستند، ایشون مانع شدن که ما داخل پزشکی قانونی بریم، همونجا ایستادیم بیرون، خودشون رفتن و اونطور که ایشون تعریف میکنن این بود که در یک سالونی این تمام بدن این اعدامی ها رو چیده بودن، این جنازه ها. بله این جنازه ها، حالا هر کی بود، مجاهد بود یا من نمیدونم، یا هر کی که اون یکی دو روز اعدام شده بودن اینا رو چیده بودن و حتی از بعضی از این کیسه ها هنوز خون جاری بود در کف سالن. بالاخره با یه وضعی ایشون رو پیدا کردن و آوردن و هنوز گلستان جاوید بود، هنوز نگرفته بودن گلستان جاوید قدیمی و که الان شده فرهنگ سرای خاوران. اونجا آوردن که اونجا جای شستشو داشتیم. بعد از ما خواستم، من آقامو رو بردم. خب دیگه نمیشه زیاد. مرسی. فقط صورتشون خیلی آرام بود و هنوز یه لبخندی بر لب داشتن. به نظر می‌رسید به تمام این اتفاقاتی افتاده می‌خندیدن. خیلی پدرشون گریه کرد، خیلی. و بعد ما دیدیم که آها راستی اونجا 11 تا گلوله بهشون زده بودن که و اینکه جنازه رو تحویل بدن 11000 تومان اون موقع گرفتن که خیلی پول بود. هر گلوله 1000 تومان می‌گرفتن. بعد آوردیمشون، وقتی که میشستن گفتن که قبل از اینکه ایشون رو اعدام کنن دستشون رو شکسته بودن و هم حتی دنده هاشون رو، و بعد ایشون رو اعدام کرده بودن. روحیه پدر رو میشه بگیم؟ پدر بسیار، من نمیدونم چطور ایشون دوام آورد، ولی خیلی سعی میکرد آرام باشه یا واقعا بود، خیلی آرام آرام عشق میریخت، ولی بعد از مدت کوتاهی البته سقوط کردن. خیلی دیگه تو چند ماه بعد ایشون سقوط کردن. در روزهای آخر ماهای آخری که ما میرفتیم به دیدنشون، برای بچه هاشون خیلی اظهار دلتنگی میکردن. خیلی دلشون میخواست که یک بار دیگه بچه ها رو ببینن که متاسفانه این دیگه به مقدور نبود. همون موقع از من خواستن، گفتن هر موقع بچه های منو دیدی، هر وقت حتما بهشون بگو که من همیشه به فکرشون بودم توی زندان و همیشه براشون دعا میخونم که موفق و معید باشن و در ظل امر باشن. این خب خیلی سنگینه برای یه پدر که فقط دختراشون کوچیک بودن. مجده بزرگترینشون فکر میکنم اون موقع 15-16 سالش بود و نیکی کوچیکترین 6 ماهش بیشتر نبود که از ایران رفت. و بدیالله خان واقعا عشق می‌ورزیدن به این به بچه‌هاشون و من فکر می‌کنم موفقیتی که الحمدلله این بچه‌ها دارن به واسطه اینه که ایشون از اون عالم هم خیلی مواظب ایشون اینا بودن و همینطور خانومشون مهین خانم حقیقتا خیلی در این زمینه کار عالی انجام دادن و مراقبت خیلی خوبی کردن از بچه‌ها. من میدونم چون خانمشون ایران نبودن شما مسئولیت پدرشون رو. بله بله دائما دکتر میبردیم و دیگه من دلم میخواد اون در واقع از موقعی که ایشون زندانی شدن تا موقعی در واقع قتل
و اعدام اون رو اگه لطف کنید چقدر طول کشید؟ یه حدود 2 سال طول کشید تقریبا. سال 60 اعدامشون کردن دیگه. اواخر 58 بود که دستگیرشون کردن و سال 60 هم اعدامشون کردن. اجازه دیدن و پدرشون مرتب به دیدارشون میرفت، جا وحدت و خانمشون دائما میرفتن، من میرفتم. خب دیگه کس دیگه ای رو نداشتن که، والا یه مقدار چیزایی که لازم داشتن براشون میبردیم و بعد کدوم زندان بودن؟ اوین بودن. بله. این مدت ها ایشون کتاب های خیلی خیلی زیادی داشتن، کتاب هاشون منزل ما بود و اون حالت استرابی که دائما هممون داشتیم به خاطر شرایط ویژه‌ای که در اون زمان بود، یعنی هر لحظه فکر میکردیم که الان یک عده‌ای میرزن توی خونمون. یعنی حالا این فقط این نیستش که یه عده‌ای تو زندان باشن بقیه در امان باشن، نه، برای تک تک باهائی‌ها این مسئله وجود داشت، چون هیچ کس مطمئن نبود که خب حالا توی خونه اون نیان، چون بدون هیچ دلیلی می آمدن یهو نصف شب، دم صبح می آمدن می ریختن توی خونه، حالا دستگیر می کردن. مثلا پدر شوهر من یه مرد 85-86 ساله بود و خانمشون هیچ نه فعالیت امری داشتن، نه فعالیت اداری داشتن، هیچ کاره. یه روز بدون دلیل پاسدارا ریختن توی خونهشون، سر کوچه رو بسته بودن، تای کوچه 10 تا پلیس. بعد همسایه ها متوحش که حالا مثلا اینا چی کار کردن که این ملت این همه پاسدار ریختن توی خونه اینا. من اونجا بودم، خونه رو زیر و رو کردم. بعد این پیرمرد در اثر اون شوک سکته کرد و زبونش اصلا شل شده بود، نمیتونست حرف بزنه به خاطر هیچی. آخه یه عاملی باید وجود داشته باشه. حالا مثلا میگیم باشه بدیع‌الله خان یه آدم سرشناسی بودن توی جامعه امر، خیلی خوب، ولی بقیه چی؟ همه همین طور بودیم. ما تمام این سالها همیشه ما در معرض انواع اقسام این آزارها و اذیت‌ها بودیم. حتی خب من خودم مدتی توی دانشگاه باهائی تدریس میکردم، هر دفعه ما کلاس برای این بچه ها میذاشتیم توی خونه، حالا نه حرف امری بوده، نه حرف سیاسی بوده، نه هیچی، درس میخوندن، روانشناسی میخوندن، هر دفعه ما باید 1000 تا مواظب میذاشتیم که اینا نریزن یهو و با اضطراب و تنلرزه این کلاس تموم میشد. یه مسئله که شاید شما بهتر از هر کسی دیگه ای بتونید راجع بهش صحبت کنید اینه که واقعا بعضی از افراد راجع به احساسی که در اون زمان داشتن صحبت نمی کنن. احساس این که شما یک نفر عزیزتون توی زندانه و هر لحظه ممکنه به اعدام محکوم بشه و بعضی موقع 2 سال در زندانن و این که نمی دونید چه اتفاقی می افته. من چون می دونم چون عموتون در حقیقت پیر بودن و این تجربه رو با ایشون کردید در مورد بدیع‌الله خان، این رو اگه پرسنالی خیلی واسه ما مهمه. ببینید من نمیدونم چه عاملی وجود داشت در اون سالها که یه حالت استقامت و صبر خاصی ما پیدا کرده بودیم. خب کار من روانشناسیه، من دقیقاً همیشه فکر میکنم که ما چطور اون سالها رو گذروندیم، چطور. و این برای من سواله که یه پیرمرد 90 ساله مثل آقامو که اینقدر رقیق القلب بود که مثلا من یه دفعه یه دونه مورچه کشتم، به من دعوا میکرد، میگفت این گناه داره نکش، خیلی خیلی احساساتی و خیلی مهربان و رقیق القلب. این آدم چطور دووم آورد این 2 سالو که ما زیر بغل اینو میگرفتیم میبردیم زندان، بعد برمیگردوندیم این پیرمردو یه خورده خونه خودمون میمون تا عصری، بعد میرفت خونه خودش و بعد مریض شد. البته
خب به خاطر کهولت سن، ولی بازم روزای جمعه باید میرفت، در هر شرایطی بود اصلا باید هر جور بود میرفتن و این فرزندشون رو. و جالب اینه که این فرزندم برای ایشون عزیزترین بودن، همیشه خودشون میگفتن، میگفتن بدی الله واسه من یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. حتی پدر من خب بین تمام پسر عموهاش همیشه من یادمه که میگفت بدی الله یه چیز دیگه است، یه جور خاصی ما به هم واقعا علاقه داشتیم. و عقد منم ایشون انجام دادن وقتی ازدواج میکردم. بی نهایت برای من عزیزند بودند و هستند هنوز. اما با وجود اینکه اون زمان خیلی دردناک بود، یه حالت خاصی داشت که ما بهش افتخار میکردیم، به این صبر و شکیبایی، به این قدرتی که این آدم ها داشتند. و در واقع میدونین این قدرت رو داشتند که بر سر حرفشون، بر سر ایمانشون بیستند. این خیلی مهمه. شما زمانی که پای فرزندتون، پای دیدار فرزندتون به میون میاد، از همه چیتون میتونین بگذرین، ولی اینا هیچ کدوم نگذشتن. و همین مایه افتخار هم است، به خصوص فرزندانشون. من با نیکی گاهی یه ملاقاتی داشتم و نیکی کوچکترین دخترشونه، همش از من میپرسید که ویولت تو رو خدا از بابا بگو، میخوام بدونم چی کار میکردن، چجوری مثلا یه خاطره یه چیزی. خب هر چیزی، خاطراتی که از ایشون داشتم تا اونجایی که یادم میومد براش تعریف کردم. بعد میگفت من اصلا بابامو یادم نمیاد. و چقدر دلم میخواست که پدرمو میدیدم، به خصوص الان که خودش بچه داره. من یه شب، خیلی عجیبه، یه شب خواب دیدم که بدی الله خان اومدن و به من میگن به نیکی بگو که من فرصت نکردم بهش بگم چقدر دوستت دارم، چقدر بچه‌هاشو دوست دارم. و نیکی خیلی خیلی تحت تاثیر این خواب قرار گرفت، چون این حس رو کرد که به هر حال پدرش ناظره، همیشه مثل همیشه در کنارشه. من میدونم شما با خیلی از دوستان در تماس هستید. بله. و چون روانکاوم هستید، روانشناس هم هستید، شما یک احساس گناهی میبینید که بعضی از افراد دارن که چرا ایشون رفت، چرا ما نرفتیم؟ و اینکه ندیدن یا نتونستن کاری بکنن، مخصوصا خانوادهشون که بیرون از خارج از کشور بودن. این راجع به صحبت، یعنی منظورتون اینه که کاش اونام بودن کنار اینها؟ خب شاید احساس تأثیر و تأصف بکنن، ولی من فکر میکنم که اصلا خود بدی الله خان پیغام دادن براشون که به هیچ عنوان بر نگردین، اصلا بر نگردین، هر اتفاقی هم بیفته شما همونجا باشین، چون دلشون میخواست که بچه‌هاشون در جای امنی باشن و دلشون نمیخواست اونا برگردن ایران که دوباره این آزارا برای اونام اتفاق بیفته. حالا خونهشون رو گرفتن، زندگیشون رو گرفتن، همه اینا بماند. از به خاطر اینکه اون آقای وحدت تفلک همسایه‌شون بودن و پری خانم خانمشون، چقدر محبت کردن، ولی بعدم فهمیدن که اینا می اومدن دیدن، زندگی اونا رو هم خیلی چیزاشو گرفتن، خونهشون رو گرفتن، خیلی اذیت کردن اونا رو هم، به خاطر اینکه فهمیدن که میان کمک علی الله خان، میان به دیدارش. در هر صورت میدونین اون کسی که فکر میکنه با زور و خشونت دیگران رو مجبور میکنه، اونا از سر قدرت حرف نمیزنن. این بزرگترین نقطه ضعف برای اونهاست و قدرت رو اونهایی دارند که با مظلومیت خودشون در مقابل این زورگویی، در مقابل این تعصب و جهل میستند.
قدرت مال اونهاست. قدرت به این نیست که شما اسلحه دستتونه بزنی یکی رو بکشی، یا با موقعیتی که در اجتماع داری به دیگران ظلم کنی. خب هر کسی توان این کار رو داره، که مهم نیست که. قدرت این هستش که شما یک جامعه رو در نهایت مظلومیت اینطور زنده نگه دارید. حتی در یه جلسه آقای لاهیجی گفتن که من تعجب میکنم چرا بهائی‌ها هیچ کاری نمیکنن در مقابل این ظلم، هیچ عملی انجام نمیدن. من بهشون گفتم که بزرگترین عملی که جامعه بهائی انجام میده اینه که داره کار خودش رو همونطور که باید انجام میده. بچه هاش از تحصیل محروم کردن، برای بچه ها مدرسه، دانشگاه، همه چی درست کرده. و الان فارغ التحصیل های اون دانشگاه شما بهتر میدین، در بهترین دانشگاه های آمریکا و اروپا دارن تحصیل میکنن. یه دست شاگردای من توی خب دکترا گرفتن، جز بهترین شاگردای دانشگاه های خارج آمریکا بودن. خود کیوان رحیمیان و فاران حسامی جزو شاگردای من بودن، حتی پایان نامه‌شون رو با من نوشتن. واقعا هر دو بسیار بسیار باهوش بودن، هر دو با نمره‌های عالی از دانشگاه کارلتون فارغ التحصیل شدن، کارلتون اتاوا. و حتی بهشون پیشنهاد شد بمونید برای دوره دکترا، گفتن نه ما باید برگردیم این دینی که به جامعه داریم ادا کنیم. که الان طفلکی ها تو زندانم، بچه 4 سالشونم بیرون به امید خدا. اون چیزی که هیچ وقت از بین نمیره اعتقادات قلبی انسان هاست. شما میتونی آدمی رو زندانی کنی، ولی فکر و روحش رو نمیتونی زندانی کنی. میتونی آدمی رو بکشی، ولی اندیشه و روح اون آدم رو نمیتونی از بین ببری. این چیزیه که اینا نمیفهمند. 35 سال داری این کار میکنی، خب کجا؟ هیچ، هنوز همین جای اولی. بله، من دلم میخواست یه روزی که عمو رو به زندان میبردید، یه خب یه مرد 90 ساله رو که برای دیدن فرزندش داره میره، من میخوام واقعا جزئیات این روز رو اگه با ما بگید خیلی ممنون میشیم، چون این خیلی مهمه. والا ما ایشون رو میبردیم توی جای شهر بازی، اونجا مجبور بودیم ساعتها بیستیم حالا تا نوبت ایشون بشه یا بهمون جواب بدن. توی سرما یا توی گرما، وسط تابستون، توی زیر آفتاب، این پیرمرد نمیذاشتن تو ماشین بشینه، نمیذاشتن، یعنی جایی بود که اونجا بشینه. بنده خدا یه ذره یه گوشه زمین مینشست، یا توی سرما که من همش نگران بودم که ایشون سینه پهلو کنه، باد میومد، بارون میومد، در هر شرایطی ما باید این پیرمرد رو اونجا نگه می‌داشتیم چند ساعت. همه همینجوری معطل، تا یه مینیبوسی میامد چند تا سوار می‌کرد می‌برد، و بعدم حرف می‌زدین، هر چی از دهنشون در میومد می‌گفتن. خب خیلی این مسئله، این سختی‌هایی که می‌دادن در هر زمینه‌ای واقعاً طاقت فرسا بود، و دقیقاً مخصوصاً هم این کارو می‌کردن که مردم، این وابستگان کسایی که در زندان هستند اذیت بشن، همونطور که اونا اذیت میشن توی زندان. اونایی هم که بیرونن باید به نوعی مورد آزار قرار میگرفتن دیگه، و اینم یه نوع شکنجه بود واسه کسایی که میامدن دیدار عزیزانشون. حتی فرض کنید که من سالها پاسپورت نداشتم، بعد این نمیدادن؟ نه نمیدادن، برای اینکه پاسپورتمون رو گرفته بودن. من خانوادم خارج از ایران بود و مدت‌ها 16-17 سال از دیدنشون محروم بودم، پدر مادرم و خواهر برادرم. یه بار یکیشون به من گفت برو یه نامه بنویس که پدرت مسن مریض، اینا واقعا هم مسن بود اون موقع، بیار بلکه مثلا موافقت کنم به تو یه اجازه‌ای بدن که بریم. ما نامه رو نوشتیم براشون بردیم، بعد این آقا ما رو برداشت برد پیش رئیسشون که بعد این نامه رو میخوند. رئیسشون هم یه جوون فکر کنم 27-28 ساله‌ای بود با یه تحریش و بسیار بی‌ادب.
بعد من نامه رو گذاشتم روی میزش، اون آقا هم کنار من وایساده بود، یه دم توی اتاق نشسته بودم. بعد این نگاه کرد گفت اه تو باهایی هستی؟ من اگر قدرت داشتم یک دونه از شما رو زنده نمیذاشتم. بعد من پسر کوچیکم 2 سالش بود، توی بغلم بود که با خودم مجبور بودم ببرمش. ناگهان اسلحه‌اش رو از کشوی میز در آورد گذاشت روی پسر من، یعنی اصلا یه حالتی به من دست داده بود که بود؟ من حدود 30 سالم بود، یعنی اصلا انگار یه سطل آب سرد ریخته بودن روی سرم، تمام بدنم میلرزید. بعد اون آقا گفتش که آقا بسه، حالا بذار جاش اسلحه رو اینا. و باور کنید من تا مدت‌ها حال بسیار بدی داشتم. الانم که برای شما دارم تعریف میکنم دقیقا اون احساس تا حدی زنده میشه. خب شما فکر کنید بچه 2 ساله بغلتون، من اصلا یه و یه که اسلحه برداره بیاره بذاره روی بچه. خب میدونین اینا یه چیزاییه که من از یک انسان بعید میدونم. خب نمیخوای موافقت کنی نکن، اصلا مهم نیست. اینجا جا داره از عموی مادرم جناب محمد اشراقی صحبت کنم. ایشون عضو اولین کانونشن ملی بود که در ایران تشکیل شد برای انتخابات محفل ملی و بعدم عضو محفل ملی شدن. بسیار بسیار انسان برجسته از نظر معلومات، از نظر هم از نظر معلومات علمی هم از نظر معلومات امری، و بسیار انسان آرام و ساکتی بودند. خیلی خیلی کم صحبت میکردند و من خاطره ای که ازشون دارم این بود که هر وقت میرفتیم پیش ایشون، ایشون یه اتاقی داشتن دور تا دور کتاب و اصلا از اینجا بیرون نمی آمدن. ما مگه میخواستیم ببینیمشون بعد میرفتیم اینجا به زیارتشون. ایشون رو هم در سال 59 فکر میکنم یا 58 دستگیر کردن، همراه با خانم ژینوس محمودی اینا که ایشون رو دستگیر کردن، چون به عنوان معاون ایادی و مشاور در ایران ایشون فعالیت امری میکردن. بعدم در زندان خبر دادن که به علت نارسایی کلیه یا هرچی از بین رفتن توی همین زندان اوین. بعدها یکی از کسایی که اونجا هم سلولیه ایشون بود گفتن که نه، ایشون رو با کمربند خفه کردن و هیچ چیز دیگه ای هم، هیچ اطلاعاتی هم ندادن. ما جنازه رو تحویل گرفتن و بعدم در گورستان خاوران فعلی همون گلستان جاوید اوین بودن ایشون. بله. آقای محمد اشراقی یزدی که میشه عموی مادر من. و سال 60 بود؟ فکر میکنم اوایل سال 60 بود. نتونستید شما جنازه رو ببینید؟ نه من نتونستم ببینم. نه اجازه ندادن دیگه. حالا چه اتفاقاتی افتاد؟ ولی او گفتن نه، ایشون ناراحتی کلیه داشته تا ما رسیدیم، یا ناراحتی قلبی داشته. ایشون 80 و خورده سالش بود البته، ولی طوریشون نبود. تا زمانی که زندان رفتن خیلی هم خوب و سلامت بود. اون همبندشون که این خبر رو داد باهایی بود یا مسلمان؟ نه باهایی نبود. باهایی نبود، من از غیر باهایی شنیدم. اونم خیلی خیلی اتفاقی که یکی از همسایه‌های ما بود و خیلی اتفاقی ما این آدم رو فهمیدیم که زندان اوین بوده. من پرسیدم فلانی رو میشناختی؟ گفت آره اینطوری شد. دیگه به ما هیچ اطلاع دیگه ندادن که ایشون نحوه چطور شد از بین رفتن. چند سال ایران نبودید؟ من 17 ساله، 16 ساله تقریبا ایران نبودم. بله، برای اینکه دیگه
موقعی که دانشگاه برای بار اول تعطیل کردن و یه درم گرفتن، بله بیا چی رو، من از ایران اومدم بیرون و بعد دیگه بر نگشتم دیگه. خیلی هم آرزو دارم که برگردم، به هر حال خاطراته، به هر حال خونمه، ولی انشالله یه روز برمیگردم.